کتاب دو قرن سکوت. این رفتار ترکان مردم بغداد را سخت به ستوه آورده بود. غالبا وقتی یکی از ترکان زن یا کودکی یا پیری یا کوری را گزن می رسانید، مردم در او می افتادن و هلاکش می کردن. سرانجام مردم از ترکان سخت به ستوه آمدن و نزد معتصم رفتن و گفتند: اگر لشکر خود را از بغداد بیرون نبری با تو جنگ کنیم. بپرسید: چگونه با من جنگ کنید؟ گفتند: با تیر آه سحرگاه. معتصم گفت: مرا طاقت آن نیست و همین موجب شد که خلیفه شهر سریمان رعی را بنا کند. رفتار افراد سپاه در بغداد چنین بود و از همین جا پیداست که امیران ترک با نفوذ و قدرتی که در دستگاه خلافت داشته اند چگونه با مردم معامله می کرده اند. کار آنها اندک اندک به جایی رسیده بود که گاه در روز روشن یکی از آنها را می دیدن که دست در چادر زن جوانی زده بود و او را به زور می کشید و این زن فریاد می کرد و می گفت: ای مسلمانان، مرا فریاد رسید که من زنی این کار نیستم. دختر فلان کسم و خانه من به فلان محل است و همه کس ستر و صلاح مرا دانند و این ترک مرا به مکاره میبرد تا بر من فساد کند. او میگریست و هیچ کس به فریاد آن زن نمیرسید که این امیر محتشم و گردنکش بود و 50,000 سوار خیل داشت و هیچ کس با او سخن نمیتوانست کرد. با این همه معتصم به ترکان که خیشان مادری او بودند بیش از اعراب و ایرانیان اعتماد داشت و حق با او بود. این معتصم خود معتقد بود که خدمت را هیچ طایفه به از ترک نیست. به همین جهت امیران ترک بیش از سایر امرا مورد عنایت بودند و این توجه خلیفه به ترکان بین امیران معتصم رقابت شدیدی پدید آورده بود. رقابت امرا. امرای دیگر نیز کوشیدن ارادت خود را عرضه دارند تا مگر از این راه در دل خلیفه بیشتر راه یابند. جنگ هایی هم که در زمان معتصم رخ داد به این امیران مجال داد که استعداد نظامی خود را ابراز دارند. در طی 20 سالی که بابک قیام کرده بود، 6 تن از امیران بزرگ بغداد از او شکست یافته بودند. به همین جهت دستگاه خلافت از قلع و قم خرمیان رفته رفته مأیوس می شد. از این رو استیلای بر آذربایجان برای فاتح آن افتخار بزرگی کسب می کرد. کسی که بر بابک و خرمدینان دست می یافت بر همه امیران تفوق داشت. به این جهت بود که وقتی جنگ بابک را به افشین پیشنهاد کردند در قبول آن تردید نکرد. یک علت دیگر نیز در کار بود. آن طمع در غنایم و اموالی بود که افشین میپنداشت در این جنگ به دست خواهد آورد. زیرا این نکته را همواره باید به خاطر داشت که در این ایام امرا نیز مانند افراد سپاه غالبا جز برای کسب مال جنگ نمی کردند. اینان جنگجویان مزدوری بودند که جلادت و شجاعت خود را با عطایا و غنایم معامله می کردند. تیغ و بازوی خود را مثل آزادگی و خرد خیش به صاحبان قدرت می فروختن و برای به دست آوردن طلا از ریختن خون هیچ کس حتی خون خود دریغ نداشتند. غنایم و اموالی که در این جنگ ها از بار و بنه دشمن و گاه از مردم زبون به دست و پای شهرها و دهات غارت می کردن برای آنها عاید سرشاری بود، از این رو جنگ را همواره با گشاده رویی پذیره می شدند. برای افشین که مانند همه امرای مزدور خلیفه خود را خدمتگزار مرگ و نیستی و پاسدار قدرت و عظمت می دانست، هیچ آسان تر و مطبوع تر از قبول چنین مأموریتی نبود.
در این جنگ او اموال و غنایم بسیاری که برای تحقق احلام او لازم بود به دست می آورد و نیز بر خواجه تاشان و رقیبان دیگر خیش که در دستگاه خلافت قدرت و نفوذی یافته بودند تفوق و تسلط می یافت. اما برانداختن بابک کار آسانی نبود. در طی 20 سال قدرت و نفوذ او ریشه های استوار گرفته بود و از این رو افشین جز به کار بردن خود و نیرنگ چاره دیگری نمی دید. درباره بابک و افشین دوستی ها و دلنوازی هایی که افشین گاه و بیگاه در نهان به جای بابک می کرد دام فریبی برای دشمن بود. بعدها پس از برانداختن او وقتی افشین خود قربانی طمع و کینه ورزی خلیفه و ترکانش گردید سعی کردن او را به همکاری بابک متهم کنند. گفتند که او در نهان با بابک و مازیار همداستان و همدست بوده. اگر در این اتهام حقیقتی باشد بتوان گفت که افشین این هر دو تن را به سرکشی و آشوب وامی داشته است تا با برانداختن آنها برای خود افتخار و عظمتی کسب کند. در هر حال افشین برای برانداختن بابک از قاطع ترین حربه های خیش استفاده کرد، یعنی حربه دوستی. بدین گونه او را فدای جاه طلبی و طمع ورزی خیش کرد. کوشش بابک در برابر افشین نخست با امید پیروزی مقرون بود و بابک در قلعه ها و حصارهای استوار طبیعی با دشمنان به جان می کوشید. بیزانس گذشته از آن نه فقط در حوزه حکومت مسلمانی بلکه خارج از قلمرو اسلام نیز برای پیکار با خلیفه کوشش می کرد. پیروان او در بیزانس نیز امپراتور روم شرقی را به جنگ با خلیفه تشویق می کردند. خرمیه در شهرهای بیزانس پناهگاه مناسبی یافته بودند، زیرا قیصران بیزانس بر رغم خلفا می کوشیدند اتباع بابک را تقویت کنند. چندی پیش از این مأمون توانسته بود در بیزانس آشوبی پدید آورد. او توماس نامی را که اهل سقلیه بود و در آسیای صغیر بر قیصر شوریده بود یاری می کرد و او را بر ضد تئوفیل که قیصر بیزانس بود تقویت نمود. قیصر نیز برای آنکه معامله به مصر کرده باشد بلاد خود را پناهگاه خرمی ها قرار داد و آنها را یاری های کرد. مأمون که در سال 218 هجری به قصد جنگ بارون بیرون آمده بود در ترسوس درگذشت. تحریکات و دسیسه هایی که در مجاورت سقر روم در جریان بود همچنان دوام یافت. مطابق قول تبری وقتی افشین کار بر بابک تنگ گرفت و بابک کار خود سختید و بر هلاک خیشتن یقین کرد دانست که خود با معتصم بر نمی آید به پادشاه روم تئوفیل نامه کرد که ملک عرب همه دلاورانش را در جنگ من از دست داده است. اکنون کارش به جایی رسیده که ناچار شده خیاط خود جعفر ابن دینار و طباخ خود ایتاخ نام را به جنگ من بفرستد. در واقع بر درگاه او دیگر کس نمانده است که اکنون نیز اگر خواهی بر او تاختن توانی کرد. قیصر با 100,000 و به قولی 70,000 کس آهنگ دیار مسلمان کرد. جماعتی از سرخ علمان نیست که سردارشان بارسیس نام داشت و امپراتور روم آن را جزو لشکریان خیش پذیرفته بود و اجرا و جامگی میداد با وی بودند. وقتی به زبرته از بلاد مرزی اسلام رسید آن شهر را غارت کرد. مردان بسیاری را کشت و زنان و کودکان بسیاری اسیر نمود و شهر را آتش زد. هنگامی که این حادثه رخ داد افشین بابک را گرفته بود. اما حتی پس از اسارت و قتل بابک سرخ علمان و خرم دینان به مسلمانان تسلیم نشدند. آنها در قسطنطنیه و نزد امپراتوران بیزانس بر ضد خلیفه دسیسه ها و توطئه ها ترتیب می دادند. نکته ای که در اینجا باید به یاد داشت قدرت و نفوذی است که ایرانیان مهاجر در پایتخت امپراتوری بیزانس به دست آورده بودند و از گفته مورخان غربی برمی آید که در قسطنطنیه عده‌ای از ایرانیان می زیستند. تئوفوبوس نوشته اند که یک شاهزاده ایرانی از نژاد ساسانیان در حال فقر و تبعید در قسطنطنیه وفات یافت و از او پسری تئوفوس نام باقی ماند. در 12 سالگی انتصاب او به خاندان سلطنتی معلوم گردید.
او آیین عیسی گرفت و در بیزانس به خدمت نظام درآمد. استعداد او موجب سرعت ترقیش گشت. سرانجام خواهر قیصر را به زنی گرفت و به فرماندهی 30,000 تن ایرانی مهاجری که مانند پدرش از مسلمانان گریخته بودند منصوب گردید. پیداست که ایرانیان نزد قیصران بیزانس مورد توجه بودند. در باب فرجام کار این شاهزاده ایرانی روایتی جالب نقل شده. نوشته اند که آن 30,000 ایرانی که وی فرمانده و سرکرده آنها بود تعصب قومی داشتند، سر به شورش برآوردند و تئوفوبوس را پیشوای خود خواندند. تئوفیل با افواج رومی و یونانی شورش آنها را فرو نشاند و تئوفوبوس را دستگیر کرد. قیصر بیزانس در بستر مرگ بود و بفرمود تا سر تئوفوبوس را ببریدند و در تشتی نزد او ببردند، چون چشمش به سر بریده شاهزاده افتاد گفت: تو دیگر تئوفوبوس نیستی و زودا که من نیست تئوفیل نخواهم بود. جنگ های بابک. پیکار بابک با افشین در حصارهای محکم و طبیعی جبال آذربایجان مدتها به طول انجامید. داستان آن جنگ ها را مورخان به تفصیل نوشته اند. این جنگ ها مدت 3 سال از سال 220 تا 223 هجری دوام داشت. چنانچه فهوا و مضمون قول طبری برمی آید. معتصم برای اتمام این مهم افشین را اکرام بسیار کرده بود. گذشته از ولایت آذربایجان و ارمنستان که به دو داده بود، سپاه و خواسته و آلات جنگ و 4 پایان بسیار با او فرستاده بود. بیش از عزیمت افشین نیز محمد ابن یوسف مأمور شده بود به آذربایجان برود و حصارهایی را که بابک ویران کرده بود از نو بسازد. محمد ابن یوسف در این مأموریت با سپاه بابک درآویخته بود و عده‌ای از خرمدینان را کشته بود و جمعی را اسیر کرده بود. اما وقتی افشین به آذربایجان رسید، در صدد برآمد که گذشته از شمشیر برای برانداختن بابک اسیله و چاره نیز مدد گیرد. بدین گونه جنگ هایی که افشین با بابک کرد از آغاز با خدعه و نیرنگ همراه بود. افشین تازه به آذربایجان رسیده بود که محمد ابن بعیس، یک سردار دیگر خلیفه، با آنکه با خرمیه پیمان صلح داشت، عهد خود را بشکست و با سپاه بابک به خیانت و خود درآویخت. گویند هنگامی که افشین به آذربایجان آمد، اسمت سپهسالار بابک به در حصار شاهی که محمد ابن بعیس دژبان آن بود فرود آمد. محمد ابن بعیس برای لشکر او چنان که عادت داشت علوفه بفرستاد و چون شب درآمد اسمت را با 10 تن مهمان کرد. چون آنها مست شدند، محمد ابن بعیس آنها را بکشت. پس دست اسمت ببست و گفت: سران سپاه خود را یک یک آواز ده تا درآیند، وگرنه تو را بکشم. اسمت چنین کرد و یک یک سرهنگان خود را به درون حصار می‌خواند و محمد ابن بعیس آنها را می‌کشت. بازماندگان سپاه چون این خبر را بدانستند، همه بگریختند. پس از آن افشین بر همه راه‌ها دیدبان گماشت و لشکرها بر تنگناها از حصارها بداشت. جنگ و خدعه. اما بابک که در حصارهای محکم ایمن بود، 7 ماه سر از حصار بر نیاورد و با سپاه افشین مقابله نکرد. افشین دلتنگ و معلول شد. او در صدد چاره و حیله برآمد و به معتصم نامه نوشته بود و از او خواسته و درم خواسته بود. معتصم 100 شتر بار درم با 300 غلام ترک همراه بقای کبیر نزد وی فرستاد. چون بقای به جایی که تا اردوگاه افشین 3 روز راه مونده بود برسید، افشین بدون نامه کرد که 1 ماه همانجا درنگ کن و آواز درانداز که مالها فلان روز نزد افشین برم. تا چون جاسوسان بابک این خبر را بدو برساندن، مگر برای تاراج این مال آهنگ تو کنن و از حصار خیش بیرون آید. چون این کردن و روز مشخص، بابک با 5,000 تن سوار بیرون آمد. اما بقا به دستور افشین درمها را همان شبانه به جای گذاشته بود و شتران بیبار همراه خود آورده بود. حیله ای که افشین طرح کرده بود در نگرفت و بابک بی آنکه گزند و آسیب بزرگی ببیند، مقداری غنایم به جنگ آورد و بجست. از آن پس چندین جنگ بین سپاه بابک و افشین در گرفت که هر کدام نوبتی ظفر می‌یافتند.
سپاهیان بابک که پناهگاه های استوار داشتند و از برف و سرما رنج بسیار می بردند دلیران مقاومت می کردند. اما یاران افشین که به سرمای سخت و راه های دشوار عادت نداشتند رفته رفته ملول می شدند. دو سال بدین منوال گذشت و از سپاه افشین بسیاری هلاک شدند، اما معتصم همواره سپاه تازه و عدت و آلت بی اندازه می فرستاد. سرانجام افشین آهنگ تسخیر حصار بابک کرد. چون در یک فرسنگی آن حصار فرود آمد، بابک خروارها خوردنی و میوه از حصار خود برای لشکریان افشین فرستاد و گفت: شما میهمان ما هستید و در این 10 روز که به سوی حصار ما میآید خوردنی نیافته اید، ما را جز این قدری چیزی نیست. افشین آن نزها را نگرفت و همچنان باز پس فرستاد و به بابک پیغام داد. دنیای کتاب صوتی.